خبری از خواهر مهربان، زیبا و مهتابیم نیست. همه جا را گشتم ولی مایوس نمی شود. آدمیزاد که یک قیبش نمی زند، آن هم به هیچ نشانی. پیدایش خواهم کرد. عالیه عطایی، کافور پوش. عالیه عطایی الان دیگه چهره شناخته شده است، بیشتر برای مردم ایران و البته برای مردم افغانستان هم همینطور. در هرات متولد شده، افغانستانی است. در مرز بین ایران و افغانستان رشد کرده، ولی دبیرستان و دانشگاه و اینا در ایران. کتاب اینطوری شروع میشه: آبجی گم شده. به همین سادگی. خبری از خواهر مهربان و زیبا و مهتابی هم نیست. دختر سیفوری سرش را تکان میدهد و به آسمان نگاه میکند. نمیفهمم سوالم را شنیده یا نه. گوشه روسریش را به دندان میگیرد و میجود. روسری روی سرش کج میشود و دست موی کم حجمی خودش را بیرون میاندازد. در خانهشان را میبندم و همچنان حضورش را پشت در احساس میکنم. این دیگر چه جورش است؟ کاش الان دوباره در را باز کند و چشمش به چشمم بیفتد و خجالت بکشد. شاید این طور بفهمد که باید درست جواب بدهد. به قول آقا جان، خجالت برای بعضی از زنها لازم است. خب بگو، خبر ندارم. سکوت دیگر یعنی چه؟ کتابش از کافورپوش که شروع شد تجلیل شده، تحسین شده، در چند تا از جوایز رو برده و به نظر من جدیتر از این حرف است. دلیلش هم این استش که او هویت رو یک تجربه کرده است. دربارش مقاله نمی نویسه، که در جونشه. کسیست که در سه منطقه، در سه جا این هویت باش چرخیده. مهاجره، انگار که ذاتن مهاجره. همه چیزهای خوب مال زنهاست، قبول، ولی خبر گم شدن آبجی خصوصی نیست. همه می دانند، یعنی فهمیدند که یک هفته از مثل مرغ پرکنده دور خودم می چرخم. اینکه کسی یواشکی و محتاطانه بخواهد از چیزی سر در بیاورد مسخره است. میتواند بیاید و بپرسد. البته شاید از اینکه خودش چیزی را کشف کند لذت ببرد. لذت کشف از آن چیزهایی است که حتی ساده لوح‌ترین آدمها را هم مجاب میکند در خیابان دنبال سوژه بگردند. من به روی خودم نمیآورم که دیدمش. طوری وانمود میکنم که مثلا من گیجم و ناراحت و حال خودم را نمیفهمم. اینجوری برای او هم بهتر است. می تواند با خیال راحت داستان پردازی کند که پسر رفعت را در حالی که حالش خوب نبوده دیده. وقتی این را تعریف می کند، ملوس هم گوشه نشسته و دارد زیر جلکی گریه می کند که ای داده بیداد، پسرک هم چطور آشفته شده. زنها که گریه مثلا پنهانش را می بینند دورش می کنند که تعریف کن چه بلای سرتان آمده، و آن وقت است که از زبان ملوس می فهمند آبجی گم شده. اینطوری لذت شنیدن ماجرا دوچندان است. فقط ملوس. مطمئن نیستم ملوس ماجرا را بگوید. از مرموز بودن خوشش می آید. شاید به همین دلیل به من می گوید مرموز. از روی دوست داشتن می گوید مرموز.